بسم الله الرحمن الرحیم. من سحر سهرابی هستم، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی مولکولی. قراره با هم درس فیزیک لیزر رو بررسی کنیم. یه درس بسیار کاربردی تو رشته‌های مثل فیزیک، مثل فوتونیک و هر رشته‌ای که به نحوی به لیزر ربط پیدا می‌کنه. بخش اول این درس مفاهیم مقدماتیه. ببینید، شما هر درس رو بخواید خوب یاد بگیرید، اول لازمه مفاهیم مقدماتی اون درس رو خوب یاد گرفته باشین. چون بالاخره تو میانه درس به این مفاهیم مقدماتی بر میخورید. بنابراین همین اول کار بهتر این مفاهیم مقدماتی رو خوب یاد بگیرین تا در میانه درس دچار مشکل نشین. حالا بخش اول این مفاهیم مقدماتی گسیل خود به خودی و القایی و جذب هستش. اولین قسمت جذب. ببینید این شکل رو نگاه کنید. دو تا تراز اتمی که با رنگ آبی توی این شکل نشون داده شدن رو میبینید. اتم ترازهای خیلی زیادی میتونه داشته باشه و ما میتونیم دو تا از این ترازها رو انتخاب کنیم. ولی واسه اینکه تحلیلمون راحت تر باشه، بهتره تراز پایینی رو تراز پایه اتم در نظر بگیریم و تراز بالایی رو تراز بعد از پایه، مثلا تراز اول. بنابراین توی شکل شما دارین تراز پایه اتم و تراز بالایی اون رو میبینید که اتم توی تراز پایینی قرار گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما اتمی رو تحریک نکرده باشین، اون تمایل داره تا در ترازی با پایین ترین انرژی قرار داشته باشه. بنابراین اتم من در حالت طبیعی توی تراز E1 قرار داره. حالا وقتی من یه دونه فوتون به این اتم بزنم که انرژی این فوتون دقیقاً برابر باشه با اختلاف انرژی بین تراز بالا و تراز پایین، اون وقت اتم میتونه این فوتون رو جذب کنه و از تراز پایین به تراز بالا بره. یعنی الان انرژی این فوتون من دقیقاً برابر هست با E2 منهای E1، اختلاف انرژی بین تراز بالا و تراز پایین. حالا حتماً این فوتون جذب میشه توسط اتم اگه که این انرژیش دقیقاً برابر با اختلاف انرژی اینا باشه؟ جواب اینه که نه، ولی بالاخره یه احتمالی وجود داره که این فوتون جذب بشه. اگه انرژی این فوتون برابر با اختلاف انرژی این ترازها نباشه، قطعاً فوتون جذب نمیشه. ولی اگه انرژیش برابر باشه با اختلاف این انرژی، ممکنه جذب بشه. حالا اگه من بخوام ریاضیاتی جذب رو توصیف کنم، اول باید بگم که انرژی فوتونم برابر هست با اختلاف انرژی بین تراز بالا و تراز پایین، و بعد با این فرمول روبرو که میبینین، یعنی dN1 به dT مساوی با منفی W12N1، میتونیم جذب رو توصیف کنیم. W12 چی رو نشون میده؟ آهنگ جذب رو نشون میده. وقتی تو فیزیک کلمه آهنگ وجود داره، یعنی بر واحد زمان، یعنی نشون میده که در واحد زمان چقدر فوتون جذب میشه. N1 چی رو نشون میده؟ جمعیت تراز اول رو نشون میده. و حالا چرا منفی وجود داره؟ به خاطر اینکه جمعیت تراز اول داره کم میشه. شما دارین درباره تراز اول صحبت میکنین و جمعیت تراز اول داره کم میشه، بنابراین باید منفی وجود داشته باشه. همطور که دیدین توی جذب اتم ها از تراز پایین دارن به تراز بالاتر میرن و جمعیت تراز اول کاهش پیدا میکنه. بنابراین فرمول جذب هست dN1 به dT مساوی با منفی W12 در N1. حالا قسمت بعدی که میخوایم بررسی کنیم گسیل خود به خودی هست. توی این شکل نگاه کنید، دو تا تراز اتمی رو دوباره داریم مشاهده میکنیم که این دفعه اتم ما در تراز بالا قرار داره. ممکنه این اتم به هر طریقی وارد تراز بالاتر رفته باشه. ما کار نداریم که دلیل این که اتم رفته تراز بالاتر و توی ایدو قرار گرفته چیه. ما از اینجا به بعد میخوایم اتم رو بررسی کنیم. پس اتم به هر دلیلی وارد تراز دوم هست و ممکنه وارد تراز اول بشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اتم در حالت طبیعی علاقه داره تا در تراز با انرژی کمتر باشه. بنابراین وقتی که تو تراز بالاتر قرار گرفته باشه، دوست داره که این انرژیش رو از دست بده و به تراز حالت پایه بیاد. حالا این انرژی ممکنه به حالت‌های مختلفی از دست داده بشه. مثلا ممکنه انرژی درونی بشه، ممکنه گرما بشه، ممکنه ارتعاش بشه. ولی یکی از حالت‌هایی که میتونه انرژیش رو از دست بده اینه که انرژیش رو به صورت موج الکترومغناطیس از دست بده، یعنی فوتون آزاد کنه. که اگه این اتفاق بیفته و اتمی که در حالت بالا قرار داره با از دست دادن فوتون انرژیش کم بشه و اتم به حالت پایین بیاد، اون وقت ما به این پدیده میگیم گسیل خود به خودی. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که فوتونی که تو گسیل خود به خودی خارج میشه، تو همه جهت‌ها میتونه خارج شده باشه. یعنی ما محدودیتی واسه خروج فوتون نداریم.
فقط میدونیم که انرژی این فوتون برابر با اختلاف انرژی بین ای2 و ای1 هست. ولی اینکه این فوتون در چه جهتی خارج شده ما نمیدونیم و تقریبا میتونم بگم که واسمون فعلا خیلی مهم هم نیست. حالا اگه من بخوام اینو توصیف کنم پدیده گسیل خود به خودی رو، باید بگم دی اندو به دی تی مساوی با منفی آ در اندو. دی اندو به دی تی چیه؟ تغییر جمعیت تراز دوم. ما تو حالت جذب تغییر جمعیت تراز اول رو داشتیم بررسی می‌کردیم، چون اتم تو حالت اول تو تراز اول بود، ولی اینجا اتم تو تراز دوم قرار داره و ما تغییر جمعیت تراز دوم رو داریم بررسی می‌کنیم. مساوی هست با منفی. چرا منفی؟ چون جمعیت تراز دوم داره کم میشه، اتم ها از تراز دوم دارن میریزن به تراز اول، بنابراین منفی باید وجود داشته باشه. آ که ضریب انیشتین هست، تقریبا میتونیم بگیم که معادل همون دبلیو 1-2 هست، از نظر تعریف نه، ولی از نظر اینکه یه ضریبی وجود داره واسه اینکه شما ببینید چقدر جمعیت تغییر پیدا میکنه باید وجود داشته باشه. ضرب در N2 که جمعیت تراز دوم رو نشون میده. قسمت بعدی گسیل القایی رو بررسی میکنیم. ببینید توی این شکل گسیل القایی توضیح داده شده. دوباره مثل دو شکل قبل باید دو تا تراز اتمی رو بررسی کنیم، در نظر بگیریم تراز اتمی ای2 و تراز اتمی با انرژی ای1. اتم به هر دلیلی رفته وارد تراز ای2 شده و حالا میخواد انرژیش رو از دست بده. تفاوت این حالت با حالت قبل چیه؟ تفاوتش اینه که اینجا ما یه دونه فوتون به اتم زدیم که این فوتون انرژیش برابر هست با اختلاف انرژی بین تراز ای2 و تراز ای1. تو حالت قبل فوتونی وارد نمیشد، بلکه اتم خودش از ای2 به ای1 میافتاد. ولی اینجا ما یه دونه فوتونی هم زدیم. چرا؟ چون ما میخوایم دقیقاً جهتی که فوتونی که خارج میشه ناشی از اختلاف انرژی این دوتا تراز هست دقیقاً برابر باشه جهت فوتونی که ما میخوایم. بنابراین من یه دونه فوتون زدم به اتمی که وارد تراز دوم شده و به وسیله این فوتون دارم القا میکنم که اتم فوتونش رو از دست بده و به تراز پایینی بیفته. و این فوتونی که از دست داد دقیقاً انرژیش مساوی باشه با انرژی فوتون اول. ببینید این دوتا فوتونی که الان تو خروجی داریم که یه دونش این فوتونه یه دونش هم فوتونی هست که اتم از دست داده، از هر نظر با هم دیگه برابرن. اصطلاحاً بهشون میگیم همدوسن. یعنی شما نمیتونین این دوتا فوتون رو از هم تشخیص بدین و بگین که کدوم یکی فوتون اول بوده، کدوم یکی فوتونی بوده که از تراز دوم به تراز اول خارج شد. شما نمیتونید این دو تا فوتون رو از هم تشخیص بدین. بنابراین بهش میگیم همدوس هستن. این دو تا فوتون دقیقاً هم انرژی، هم جهت هستن و دقیقاً تمام خاصیت هاشون با هم دیگه برابر. حالا اگه من بخوام از نظر ریاضی دوباره توصیف کنم گسیل القایی رو، اول باید بگم که انرژی فوتون دقیقاً برابر هست با اختلاف انرژی دو تا تراز. دوم باید بگم که دی ان دو به دی تی که چی رو داره نشون میده؟ تغییر جمعیت تراز دوم. چرا دارم تراز دوم رو میگم؟ به خاطر اینکه اتم در حالت اول تو تراز دوم قرار داشت. مساوی هست با منفی. چرا منفی؟ چون اتم داره از تراز بالا به تراز پایین میفته، یعنی انرژیش داره کم میشه. بنابراین کاهش جمعیت تراز دوم رو داریم. W2-1 که آهنگ گسیل القایی رو نشون میده، ضرب در N2 که جمعیت تراز دوم رو نشون میده. بنابراین گسیل القایی فرقش با گسیل خود به خودی چی بود؟ تو گسیل خود به خودی وقتی فوتون خارج می شد ممکن بود تو هر جهتی خارج بشه، ولی تو گسیل القایی فوتونی که خارج می شه دقیقاً هم جهت و هم دوست هست با فوتونی که شما اول به اتم زدید. چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که آهنگ گسیل القایی و جذب علاوه بر نوع گذار به شدت موج الکترومغناطیسی هم بستگی دارن. برای دو تا تراز واگن ما به چه ترازهایی میگفتیم؟ ترازهای واگن، ترازهایی که هم انرژی بودن با جای مختلف که حتما تو کوانتوم بهش برخورد کردیم. برای دو تا تراز واگن داریم G2 در W2-1 مساوی با G1 در W1-2. بعد آهنگ گسیل القایی و جذب عکس زمانه. بعداً در آینده همین درس شما میبینید که آهنگ گسیل القایی و جذب چه رابطه‌ای دقیقاً با زمان دارن و چرا عکس زمان هستن. ولی اگه من بخوام اینجا یه اشاره کوچیکی کنم، برای اینکه آهنگ گسیل القایی و جذب برابر هستن با 1/ طول عمر تراز، که حالا در آینده من بهتون میگم طول عمر تراز یعنی چی.
بخش دومی که میخوایم بررسی کنیم بخش مبانی نوره. ببینید دو تا تراز با انرژی دلخواه از ماده رو در نظر بگیریم. موج تختی با شار فوتونی F در جهت Z داره از ماده عبور میکنه. شار فوتونی F یعنی چی؟ یعنی تعداد فوتون در واحد زمان در واحد سطح. شما این موج رو در نظر بگیرید. موج با شار فوتونی F از این منطقه عبور کرده و شار شده F به اضافه DF. جذب و گسیل القایی سبب تغییر شار شدن. جذب چی کار میکرد؟ جذب باعث میشد تا اتم از حالت اول بره به حالت دوم و فوتون جذب کنه. گسیل القایی باعث میشد تا اتم فوتون پس بده و از حالت دوم بیاد حالت اول. تقابل این دوتا جذب و گسیل القایی میتونه به ما بگه که شار چه تغییری کرد. حالا اگه S سطح مقطع باریکه باشه، تغییر در تعداد فوتون ها برابر هست با S در DF. به خاطر اینکه گفتیم F چی بود؟ F بود شار، تعداد فوتون در واحد زمان در واحد سطح. حالا اگه شما بخواید تعداد فوتون در واحد زمان رو بدونید، باید چیکار کنید؟ باید ضرب در سطحش کنید. بنابراین DF در S میشه تعداد فوتون در واحد زمان. تغییر تعداد فوتون در واحد زمان میشه S در DF، چون میخواید تغییرش رو حساب کنن. حالا S در DF مساوی هست با اختلاف بین جذب و گسیل. چرا؟ چون یه دونهشون داشت اتم رو از حالت اول به حالت و تراز دوم می برد و یکیشون برعکس این رو انجام داد و اتم رو از حالت دوم به حالت اول می آورد. یعنی یه دونهشون داشت فوتون جذب می کرد، یه دونهشون داشت فوتون پس می داد. بنابراین اگه ما بخوایم بدونیم که تغییر تعداد فوتون ها به چه حالت هست، باید این دوتا رو از هم کم کنیم. ضبط در S دیزه. حالا S ها از دو طرف حذف خواهند شد. SDF چیه؟ تغییر در تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از حجم خارج شدن و به اون وارد شدن، که خروج ناشی از چیه؟ ناشی از گسیله و وارد شدنش هم که ناشی از جذبه. حالا اگه شما S ها رو از دو طرف حذف کنید به این رابطه میرسید. DF یه رابطه بر اساس F شد. حالا این معادله به ما نشون میده که محیط جاذبه یا تقویت کننده. از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ ببینید این عبارت که مثبته، DZ که مثبت. چیزی که ممکنه علامت DF رو تغییر بده و نشون بده که DF مثبت هست یا منفی هست، یعنی تعداد فوتون ها کم شدن یا زیاد شدن، عبارت داخل پرانتز N2 منهای G2 به G1 در N1. این عبارت ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. حالا توی این اسلاید خواهید دید اختلاف جمعیت دوتا تراز که همون عبارت داخل پرانتز بود ممکنه منفی باشه، ممکنه مثبت باشه. اگه منفی باشه منطبق بر ترازمندای گرمای بولتزمن هست، همون حالتی که در حالت عادی اتفاق میفته و این عبارت منفی هست تو حالت عادی. اگه مثبت باشه اصطلاحا ما میگیم وارونی جمعیت اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی اتم هایی که در تراز بالا هستن در تراز دوم هستن تعدادشون بیشتر از اتم هایی که در تراز پایینی هستن و وارونی جمعیته. چرا بهش میگیم وارونی جمعیت و میگیم در حالت طبیعی اتفاق نمیفته؟ چون در حالت طبیعی اتم ها تو تراز با انرژی بالاتر نیستن، تو حالت پایه هستن، تو تراز با انرژی کمتر هستن، ولی در اینجا اتم ها توی تراز با انرژی بالاتر جمع شدن و وارونی جمعیت اتفاق افتاد. حالا اگه محیطمون جاذب باشه یعنی چی؟ یعنی منطبق بر ترازمندی گرمای بولتزمن هست و یعنی عبارت داخل پرانتز اسلاید قبل منفی شده. ترازمندی بولتزمن هم فرمولش تو اینجا نوشته شد. اگه مثبت باشه میگه محیط تقویت کننده است و یعنی چی؟ یعنی من میتونم از این محیط تقویت کننده که میتونه همینطور پیوسته و پیوسته و پیوسته فوتون ها رو زیاد کنه استفاده کنم و بتونم یک انرژی خیلی زیادی از فوتون ها بگیرم. و اصطلاحا بهش میگه محیط فعاله، یعنی محیط میتونه تعداد فوتون زیادی رو خارج کنه در نهایت. حالا برای ساخت لیزر ما باید چی کار کنیم؟ ببینید برای ساخت لیزر لازمه تا موج الکترومغناطیسی بین دو تا آینه کاملا بازتابنده در محیط تقویت کننده رفت آمد کنه. ببینید این محیط فعاله. یعنی چی؟ یعنی محیطی که میتونه تعداد فوتون‌های زیادی در اون تولید بشه. تعداد فوتون‌های زیاد چجوری تولید میشن؟ یعنی وارونی جمعیت میتونه تو محیط فعال اتفاق بیفته. حالا اگه من بتونم این فوتون رو، این فوتونی که ایجاد شده در اثر وارونی جمعیت رو بین دو تا آینه همش رفت و برگشت بدم،
یعنی فوتون وارد محیط فعال میشه، وارد آینه میشه، برمیگرده، دوباره وارد محیط فعال میشه، به آینه برخورد میکنه و این رفت و برگشت همینطور تکرار میشه و همینطور تعداد فوتون ها افزایش پیدا میکنه، چون همش داره از محیط فعال که وارونی جمعیت توی اون اتفاق میافتاد عبور میکنه. همینطور تعداد فوتون ها هی زیاد میشن و وقتی که من بخوام میتونم باریکه خروجی رو بگیرم، یعنی دیگه بس همونقدر که رفت و برگشت کردن دیگه وارد باریکه خروجی بشن، اون وقت من میتونم لیزر داشته باشم. حالا شرط آستانه‌ای برای شروع به کار لیزر وجود داره. برای شروع به کار لیزر باید بهره از تلفات بیشتر باشه. شما توی این شکلی که میبینین یه سری بهره دارین، یه سری تلفات دارین. تلفات میتونه ناشی از چی باشه؟ این آینه ایه که من که همه نور رو بر نمیگردونه، بالاخره یه تلفاتی داره، ممکنه نور خارج بشه ازش. و همینطور آینه دو، این یکی از علتهای تلفات هست. بهره هم که نشون میده که نور وقتی از محیط فعالتون داره عبور میکنه، همینطور تعداد فوتونهاش داره زیاد میشه. حالا اگه بهره بیشتر از تلفات بشه، اون وقت شما میتونید لیزر داشته باشید. ولی تو شرط آستانه حالتیه که بهره مساوی با تلفات شد. بهره در هر بار عبور از موج الکترومغناطیسی برابر این عبارت هست که اگه یادتون باشه من گفتم که اگه شما دی اف رو حل کنید بر اساس اف معادله دیفرانسیلش رو، اون وقت به یه عبارت این شکل میرسید. این عبارت بهره هستش. تلفات گفتیم میتونه ناشی از اتلاف توی آینه ها باشه، چون آینه ها بالاخره همه نور رو بر نمیگردونن، یه سری تلفات دارن. حالا اگه ال آی رو ما بگیریم اتلاف داخلی در هر بار عبور از کاواک، بنابراین تلفات من به خاطر ال آی هست. حالا اف بریم چیه؟ اف بریم حالتیه که من بگم تلفات آینه ها رو هم در نظر بگیرم. بنابراین اف بریم مساوی هست با اف ضرب در بهره توی آینه اول ضرب در یک منهای ال آی در آر دو. آر دو چیه؟ آر دو توان بازتاب توی آینه دوم هست. یک منهای ال آی هم که چی رو داره نشون میده؟ نشون میده که همونطوری که گفتیم همه نور بر نمیگرده، ال آی داره تلفات رو نشون میده. پس یک منهای ال آی مقداری از نور هست که از آینه دوم خروج پیدا میکنه. ضرب در بهره توی آینه اول ضرب در یک منهای ال آی در آر یک. آر یک توان بازتاب توی آینه اول هست. یک منهای ال آی هم نشون میده چقدر از نور از آینه اول میتونه بازتاب پیدا کنه، چون ال آی داره تلفات رو نشون میده. بنابراین یک منهای ال آی مقداری هست که تلف نشده و میتونه خارج بشه. بنابراین من اف بریم رو تونستم بر اساس تلفات و بهره بازنویسی کنم. حالا همونطوری گفتیم شرایط آستانه برای لیزر در صورتیه که اتلاف با بهره مساوی باشه و وارونی جمعیت به مقدار بحرانی برسه. وارونی جمعیت از این رابطه به دست میاد، یعنی شما اف بریم رو توی اسلاید قبل مساوی اف قرار بدید و NSC که نشون دهنده وارونی جمعیت هست از این رابطه محاسبه خواهد شد. برای ساده سازی ما یه سری کمیاتی تعریف میکنیم. همطور که میدونین توی فیزیک خیلی مهمه که شما روابطی رو که به دست آوردین بیاین هی ساده و ساده ترش کنه. بنابراین من یه سری کمیاتی تعریف میکنم. گاما یک برابر هست با منفی LN R1 که به جای R1 میتونین از T استفاده کنین که T میزان عبور رو نشون میده. R میزان بازتاب رو نشون میده. توی این رابطه البته شما جذب آینه رو صفر در نظر گرفتید. بنابراین R1 برابر هست با 1 منهای T1. گاما 2 دوباره به همین ترتیب مساوی هست با منفی LN R2 که مساوی میشه با منفی LN 1 منهای T2. دوباره تو آینه دوم شما اینجا جذب رو صفر در نظر گرفتید و گفتید که R2 مساوی هست با 1 منهای T2. گاما I رو هم منفی LN 1 منهای LI در نظر میگیریم که تلفات غیر از تلفات آینه ها هستند. بالاخره همه تلفات که ناشی از آینه نیست، خود اون محیط فعالتون هم میتونه تلفات داشته باشه. اگه اینها رو شما بیاین جایگذاری کنید توی رابطه قبل، اون وقت خواهید داشت NSC مساوی با گاما تقسیم بر سیگما L که L داره طول کاواکتون رو نشون میده. گاما هم مساوی هست با گاما آی که اینجا تعریفش کردیم به اضافه گاما یک به اضافه گاما دو تقسیم بر دو. گاما اتلاف تک گذر کاواک رو نشون میده که وقتی نور از آینه اول شروع کرد، رفت به آینه دوم برخورد کرد، دوباره اومد از محیط فعال عبور کرد و به آینه اول رسید، توی یه گذر چقدر اتلاف رو تجربه کرده. گاما آی همطور که گفتیم اتلاف داخلی لگاریتم کاواک هست، اتلافی غیر از اتلاف آینه ها.
گاما یک و گاما دو هم اطراف داخلی لوگاریتمی آینه کاواک هستند، چون آینه همه نور رو بر نمیگردون. حالا توی این بخش اساس کار لیزر رو ما شرح دادیم. پس از ایجاد جمعیت معکوس، لیزر با گسیل خود به خود شروع به کار میکنه، در ادامه گسیل القای مؤثر. این خیلی نکته مهمیه که شما بدونید که شروع کار لیزر همیشه گسیل خود به خودیه. یه گسیل خود به خودی اتفاق میفته، یه فوتون خارج میشه و بعد از اون گسیل القایی باعث میشه تا این فوتون هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. و چون فوتون هایی که همطور دارن زیاد میشن، هم دوست و هم انرژی هستن و همه ویژگیاشون مساوی همه، شما میتونید از این تعداد زیاد فوتون یه نور خیلی مؤثری رو دریافت کنید. که حالا اگه این نوری که شما دریافت کردید تو ناحیه میکروموج باشه، بهش میگن میزر. میزر می اولش به خاطر میکروویو هست، گفتم که میکروموجه. ولی اگه ناحیه های دیگه باشه بهش میگن لیزر، که اون لی اولش به خاطر لایت هست. حالا امروز لیزرها تو نواحی مختلف فروسرخ دور و نزدیک، مرئی، فرابنفش، تابش ایکس، تو ناحیه های خیلی مختلف الکترومغناطیسی رو شما میتونید از لیزر استفاده کنید. بخش بعدی که میخوایم بررسی کنیم طرحهای دمشه. ببینید، ایجاد وارونی جمعیت برای کار کردن لیزر لازمه. وارونی جمعیت یعنی چی؟ یعنی اتم ها از تراز پایین تر وارد تراز بالاتر بشن. چرا بهش میگیم وارونی جمعیت؟ چون همطور که توضیح دادم، اتم ها تمایلشون اینه که انرژی کمتری داشته باشن، یعنی تو تراز پایین تر باشن، چون تراز پایین تر اتم انرژی کمتری داره. اینکه شما یه کاری کنین که اتم ها از تراز پایین به تراز بالاتر برن، یعنی وارونی جمعیت اتفاق افتاده، چون جمعیت تراز بالاتر بیشتر از جمعیت تراز پایین تر شده و این برعکس تمایل خود اتم هاست. این شکل رو نگاه کنین، اتم ها وارد تراز بالاتر شدن، یعنی وارونی جمعیت اتفاق افتاده و جمعیت تراز بالاتر بیشتر از تراز پایین تر شده. بعد حالا اگه این اتم ها از تراز بالا بریزن به تراز پایین، ما میتونیم لیزر داشته باشیم، چون فوتون گسیل میکنن. اینکه چه جوری ما بتونیم وارونی جمعیت رو ایجاد کنیم بهش میگن طرحهای دمش. اگه من میخوام طرح دمش رو بررسی کنم، قبلش باید دو تا سیستم رو به شما توضیح بدم، سیستم های سه ترازی و سیستم های چهار ترازی. سیستم های سه ترازی یعنی اتم ما بیایم سه تا از ترازها شو در نظر بگیریم، با دمش، با اتفاقی که بعدها حالا بیشتر بهش توضیح میدم، اتم ها از تراز اول برن به تراز سوم، از تراز سوم به طریق غیر از اینکه فوتون گسیل کنن بیان به تراز دوم، بعد از تراز دوم اگه اتم ها بریزن به تراز اول لیزر ایجاد بشه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اتم ها نهایتا ریختن تو تراز اول و دمش هم از تراز اول شروع شد. حالا اگه سیستم چهار ترازی رو نگاه کنید، ببینید دمش اول اتفاق میفته، اتم ها از تراز پایه وارد تراز سوم شدن، فرو افت سریع اتفاق میفته، وارد تراز دوم میشن، از تراز دوم وقتی به تراز اول میان فوتون گسیل میکنن و ما میتونیم لیزر داشته باشیم. بعد اتم هایی که تو تراز اول قرار گرفتن، به یه طریق غیر از اینکه فوتون گسیل کنن میتونن وارد تراز پایه بشن و بعد از تراز پایه ما دوباره دمش ایجاد کنیم و وارد تراز سوم بشن. چه فرقی بین این دوتا سیستم وجود داره؟ اینکه شما لیزرتون توی تراز دوم و تراز اول هست تو سیستم چهار ترازی، ولی تو سیستم سه ترازی بین تراز دوم و تراز اول هست، در حالی که شما تراز پایه ندارین که وقتی لیزر ایجاد شد و اتم ها وارد تراز اول شدن بتونن وارد تراز بعدی بشن و بعد دمش صورت بگیره. بنابراین ممکنه پر از اتم هایی بشه که وارد تراز پایه نشدن، بنابراین نتونیم دوباره دمش راحتی رو داشته باشیم. ما تو سیستم چهار ترازی معمولاً وارونی جمعیت راحت تری رو میتونیم داشته باشیم نسبت به سیستم سه ترازی و خیلی راحت تر هستیم توی سیستم های چهار ترازی. پس همونطور که توضیح دادم، دمش به معنی انتقال اتم ها از تراز پایه، یعنی تراز با انرژی پایین تر، به تراز بالاست، یعنی تراز با انرژی بالاتر. راه های مختلفی واسه این دمش وجود داره. مثلا چی؟ مثلا استفاده از لامپ های پرتوان. شما ممکنه لامپ پرتوانی رو بذارین و باعث بشین تا اتم ها از تراز پایین تر وارد تراز بالاتر بشن، یا تخلیه الکتریکی تو محیط فعال داشته باشه. این دوتا نمونه از راه های دمش هستش. راه های دمش خیلی بیشتر از اینا. حالا اگه ما بخوایم دمش رو ریاضیوار توضیح بدیم، باید بگیم دی اندو به دی تی مساوی هست با دبلیو پی در انرژی. هر کدوم از اینا چی هن؟ دی اندو به دی تی آهنگیه که با اون تراز بالای لیزر پر از جمعیت میشه.
یعنی آهنگی که شما تونستین اتم‌ها رو از تراز پایین بریزین به تراز بالا مساوی هست با WP در انرژی. WP آهنگ توصیف دمش هست. انرژی هم که جمعیت تراز پایه هست. G مخفف ground هست. جمعیت تراز پایه. WG در انرژی با هم میتونه آهنگ دمش نامیده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما آهنگ توصیف دمش رو تقریبا میتونیم ثابت در نظر بگیریم. اگه ما بتونیم اینو ثابت در نظر بگیریم، بنابراین میتونیم WP در انرژی رو با هم یه اسم گذاری واسش بذاریم و بذاریم آهنگ دمش. بخش چهارمی که میخوایم با هم بررسی کنیم خواص باریکه لیزر هست. ببینید ویژگی های منحصر به فرد باریکه لیزر خیلی زیاد هستن. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که ما چرا از لیزر استفاده میکنیم؟ لیزر چه ویژگی هایی داره که ما رو مجبور میکنه الان به سمتش بریم؟ چرا مثلا نمیایم از نور مهتابی معمولی استفاده کنیم؟ نور لیزر چه ویژگی نسبت به نور مهتابی داره؟ چرا ازش ارجحه توی کارهایی که معمولا الان توی دنیا داره انجام میشه و از لیزر استفاده میکنن؟ اولین ویژگی تکفامیه، بعد همدوستی، جهتمندی، درخشایی و مدت زمان کوتاه. من همه اینها رو مفصل توضیح میدم. بخش اول تکفامی. تکفامی یعنی فقط موج الکترومغناطیسی که بسامدش برابر هست با بسامد اختلاف انرژی دوتا تراز هست میتونه تقویت بشه. شما حتما میدونین که منظور من از این جمله چیه. یعنی فقط فوتون‌هایی میتونن از تراز بالا وارد تراز پایین بشن و فوتون گسیل کنن که انرژیشون برابر باشه با اختلاف انرژی بین تراز بالا و تراز پایین. حالا اگه این فوتون رو داشته باشن، بنابراین نوسان فقط حول همین فوتون و حول همین بسامدش میتونه اتفاق بیفته. بنابراین نوسان در بسامدهای تشدید کاواک میتونن اتفاق بیفتن. نور تکفام بنابراین تک فرکانسه. چون فقط همون فوتون ها هستن که میتونن لیزر به من بدن. همون فوتون ها هستن که میتونن از تراز بالاتر وارد تراز پایین تر بشن. بنابراین تکفامی دلالت بر تمرکز انرژی بر طول موج داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی نورتون تک فرکانس باشه بنابراین تک طول موج هست و تمام انرژی که دارین توی همین طول موج هست. شما توی یه طول موج خاص یه انرژی خیلی زیادی رو تونستین توی لیزر تولید کنه. بخش بعدی که میخوام توضیح بدم همدوستی و معنای همدوستی. ببینید همدوستی خودش به دو بخش تقسیم میشه. همدوستی زمانی و همدوستی فضایی. همدوستی فضایی چیه؟ همدوستی فضایی یعنی اختلاف فاز بین دو تا نقطه روی جبهه موج در زمانهای مختلف صفره. یعنی شما اگه دو تا نقطه رو روی جبهه موجتون در نظر بگیرین و در زمانهای مختلف بیاین فاز اینها رو حساب کنین و اختلاف فازشون رو بررسی کنین، اینها با هم اختلاف فازی ندارن. اختلاف فاز بین دو تا نقطه روی جبهه موج در زمانهای مختلف صفره. بعد همدوستی زمانی. همدوستی زمانی یعنی اختلاف فاز نقطه پی در زمان تی و تی به اضافه تو، یعنی زمانی یه ذره بیشتر از تی در لحظه تی ثابت بمونه. یعنی شما یه دونه نقطه رو در نظر بگیرید، در گذر زمان این نقطه اختلاف فازی با زمان قبلش نداره. حالا اگه در همه زمان‌ها این باشه، ما میتونیم بگیم که همدوستی زمانی کامل داریم. اگه در تمام مکان‌ها ما همدوستی فضایی داشته باشیم، میتونیم بگیم همدوستی فضایی کامل داریم. ولی یه وقتی هست نه، ما فقط در یه بخشی از جبهه موج همدوستی فضایی داریم. بنابراین همدوستی فضایی کامل نداریم، ولی در یه بخش از موج همدوستی فضایی داریم. ممکنه این اتفاق بیفته. همطور ممکنه همدوستی زمانی تو تمام زمان‌ها نباشه. در یه بخشی از زمان ما همدوستی زمانی داشته باشیم. تو این شکل نگاه کنید. همدوستی زمانی اینجا فقط در این بخش قرار داره. اینجا جبهه موجتون شکلش عوض شده. یعنی به جای اینکه اینجا طبق قبل بره بالا و دوباره برگرده پایین، شما یه دفعه پرش فاز رو دارید. و از اینجا یه دفعه جبهه موجتون اومده پایین تر و فاز تغییر کرده. از اینجا یه شکل تا اینجا یه شکل که شما این پرش فاز رو ندارین، ما میتونیم بگیم که همدوستی زمانی داریم. و این تا صفر زمان همدوستی رو نشون میده. یعنی زمانی که شما همدوستی زمانی داشتید و پرش فازی اتفاق نیفتاده. قسمت بعدی خواص باریکه لیزر جهتمندی هست. بریم بررسی کنیم ببینیم جهتمندی به چه معناست. موج الکترومغناطیسی رو در نظر بگیرید که میخواد از یه شکافی عبور کنه. دی گوشودگی یا قطر این شکاف رو داره به ما نشون میده. اس پرده هست،
تتایدی واگرایی به علت پراش. پراش یعنی چی؟ همطور که شما حتما در درس اپتیک بهش برخورد کردین، شما اگه یه موج الکترومغناطیسی رو به یه پرده بزنین که یه شکافی در اون پرده وجود داره که قطر شکاف دیه، نور شما به طور مستقیم خارج نمیشه، بلکه اصطلاحاً یه ذره نور کج میشه در این لبه ها. اینکه چه مقدار نور کج میشه، این تتایدی به ما نشون میده، یعنی این واگرایی به علت پراش. پی پرده هست و در این نقطه شما برهمنهی موجک ها طبق اصل هویگنز رو دارید. اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، باید بگم که شما وقتی موج الکترومغناطیسیتون از پرده عبور میکنه و به پرده که شما میخواید نور رو ببینین برخورد میکنه، این موج شامل تعداد زیادی موجک هست که هر کدوم از این موجک ها اینجا برخورد کردن و شکل کروی شکلی به خودشون میگیرن و برهمنهی این موجک های زیاد به شما جبهه موج جدیدتون روی پرده نهایی رو نشون میده. این اصل هویگنز هست. اصل هویگنز میگه هر نقطه‌ای که نور بهش برخورد کرده خودش میتونه به عنوان یه چشمه موج عمل کنه و برهمنهی این چشمه‌ها به شما جبهه موج نهاییتون رو میده. حالا ببینید، واگرایی که به خاطر پراش اتفاق میفته، نور در اینجا یه ذره خم میشه در این لبه، در این لبه هم یه ذره خم میشه، شما نمیتونید نور صاف داشته باشین، در هر دو قسمت لبه یه سری واگرایی داره. حالا اگه من بخوام از نظر ریاضی بررسی کنم پراش رو، باید بگم تتایدی که واگرایی ناشی از پراش رو به ما نشون میداد برابر هست با بتا لاندا تقسیم بر دی، که لاندا طول موج باریکتون هست، بتا یک ثابت هست و دی هم برابر هست با قطر باریکه. ببینید، بتا ضریب عددیه که وابسته به توزیع دامن است و معمولا یه عدد ثابته. اگه شما بدونین که توزیع دامنتون چه شکلیه، اون وقت شما میتونین بتا رو داشته باشین. پس واگرایی ناشی از پراش بستگی داره به لاندا طول موج باریکتون، دی قطر باریکتون و ضریب عددی وابسته به توزیع دامنتون. حالا اگه شما همدوستی فضای جزئی داشته باشین، همدوستی فضای جزئی چی بود؟ همطور که گفتم، یعنی در همه مکان‌ها شما همدوستی ندارین، فقط در یه بخشی از جبهه موجتون همدوستی دارین، همدوستی فضایی کامل ندارین. همدوستی فضای جزئی باعث واگرایی بیشتر از محدوده پراش خواهد شد. حالا شما میتونین باریکه خروجی لیزر رو به صورت محدود شده پراش ایجاد کنین، به خاطر اینکه لیزر معمولاً همدوستی فضایی خیلی زیادی داره، بنابراین واگراییش تقریبا میشه گفت در حد واگرایی پراشه و میتونیم باریکه خروجی لیزرتون رو به صورت محدود شده پراش ایجاد کنیم، که خیلی مقدار خوبی هست، به خاطر اینکه واگرایی ناشی از پراش معمولا عدد خیلی بزرگی نیست. بخش بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم، یکی دیگه از خاصیت‌های باریکه لیزر هست که درخشایی نامیده میشه. ببینید، درخشایی توان گسیل شده از واحد سطح چشمه در واحد زاویه فضایی. دی پی مساوی هست با بی کوسینوس تتا دی اس در دی اومگا، که بی داره درخشایی چشمه در نقطه او در امتداد او اوفریم رو نشون میده، دی اومگا زاویه فضایی هست و اینجا ما یک کوسینوس تتا دی اس داریم. چرا دی اس خالی رو نذاشتیم، گذاشتیم کوسینوس تتا دی اس؟ به خاطر اینکه چیزی که واسه ما مهمه تصویر دی اس در صفحه عموده، بنابراین یک کوسینوس تتا باید در دی اس ضرب کنیم تا تصویرش در صفحه عمود به دست بیاد. پس دی پی مساوی هست با بی درخشایی چشم در نقطه او در امتداد او اوپریم در کوسینوس تتا دی اس که تصویر دی اس در صفحه عمود رو به ما میده، در دی اومگا که زاویه فضایی رو به ما میده. حالا اگه شرایط لیزر رو در نظر بگیریم، میخوایم ببینیم که فرمول قطع به چه شکلی در میاد. شرایط لیزر یعنی چی؟ یعنی توان پی رو داشته باشیم، سطح مقطعمون دایره‌ای باشه به قطر دی و واگرایی تتا. ببینید، همطور که گفتم تو لیزر ما واگرایی خیلی کمی داریم. زاویه پراشمون تو لیزر خیلی کوچیکه. بنابراین تقریبا میتونیم کوسینوس تتا رو مساوی 1 در نظر بگیریم. حالا مساحت باریکمون هم وقتی که دایره در نظر بگیریم، مساحتش هم مشخصه دیگه، میشه پی دی 2 تقسیم بر 4، به خاطر اینکه دی قطر بود. حالا همونطوری گفتم، اگه شرایط لیزر رو در نظر بگیریم، اون وقت بی مساوی همچین رابطه ای خواهد شد، بی مساوی 2 تقسیم بر بتا پی لاندا به توان 2 ضرب در پی، که لاندا طول موج بود، بتا یه ضریب ثابت بود که بستگی به چشممون داشت،
پی توان بود. درخشایی بیشینه برای باریکه‌ای با توان پی از این رابطه به دست میاد. حالا ببینید، درخشایی تصویر همیشه از چشم کمتره. وقتی درخشایی چشم و تصویر برابر باشن یعنی محیط شما اطلاف نداره، که در عمل اصلا چنین چیزی ممکن نیست، حتما محیط ما دارای اطلاف هست. بنابراین همیشه درخشایی تصویر از چشمه کمتر خواهد بود. جهتمندی بالای لیزر باعث میشه تا درخشایی بالای لیزر رو ما داشته باشیم. وقتی که لیزرمون درخشایی خیلی بالایی داره، بنابراین شدت بالای باریکه لیزر کانونی شده رو داریم. پس الان یه تفاوت خیلی مهم رو شما بین لیزر و چشمه معمولی فهمیدید. شما تو لیزر شدت بالای باریکه رو میتونید داشته باشین موقعی که کانونیش کردید، اما اصلا تو چشمه معمولی شما نمیتونید اینو داشته باشین. اگه یه دونه لنز رو در جلوی چشمه معمولی قرار بدین و در جلوی یه دونه لیزر قرار بدین، خیلی شدت باریکه کانونی شدتون متفاوت خواهد بود. و یکی از کاربردهای خیلی مهم لیزر هم وابسته به همینه که شما شدت بالایی میتونید داشته باشین، بنابراین میتونید مثلا ماده رو از سطحتون بکنید با لیزر. آخرین خاصیت لیزر که میخوایم با هم بررسی کنیم، تب با زمان کوتاهه. ببینید، لیزرهای جامد و مایع میتونن تب‌های بسیار کوتاهی رو ایجاد کنن. شاید بگین تب بسیار کوتاه یعنی مثلا چه اندازه‌ای؟ باید بگم که شما با لیزر میتونید تب‌های زیر یک نانوثانیه داشته باشید. تب‌های خیلی کوتاه در حد فمتوثانیه، در حد 10^-15 ثانیه حتی شما میتونید داشته باشید. لیزرهایی با پهنای خط وسیع باعث میشن تا شما بتونید تب‌های کوتاه لیزر رو داشته باشید. تب کوتاه لیزر یعنی چی؟ یعنی شما میتونید تمرکز انرژی زیاد رو در مدت زمان کم داشته باشید. توی مدت زمان خیلی کوتاه میتونید یه انرژی خیلی زیادی رو به مادهتون بزنید. این معنای تب کوتاه لیزر هست. بخش بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم انواع لیزرها هستن. ببینید، لیزرها رو از جهت‌های خیلی متفاوتی میشه تقسیم بندی کرد. حالا من اینجا دو تا از شرایطی که میتونیم لیزر رو بر اساس اون تقسیم بندی کنیم اینجا آوردم. یکیش حالت فیزیکی محیط فعالمونه، یکی طول موج تابش گسیل شده است. حالت فیزیکی محیط فعال که مشخصه، لیزرهای ما یا میتونن لیزرهای گازی باشن، یا میتونن لیزرهای مایع باشن، یا میتونن لیزرهای جامد باشن. بسته به اینکه محیط فعالمون گاز هست، مایع هست یا جامد هست. اگه ما بر اساس طول موج تابش گسیل شده بخوایم لیزرها رو تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم که لیزرها میتونن در ناحیه فروسرخ باشن، مرئی باشن، فرابنفش باشن یا پرتو ایکس باشن. در اوایل که لیزرها اختراع شده بود، فقط تو محدوده طول موجی خیلی کوتاهی میتونست کار کنه، خیلی محدود بودن. ولی با پیشرفت علم الان ما میتونیم تقریبا در تمام نواحی لیزر رو داشته باشیم. بنابراین بر اساس طول موج تابش گسیل شده الان میتونیم لیزرهای فروسرخ داشته باشیم، مرئی داشته باشیم، فرابنفش داشته باشیم و پرتو ایکس داشته باشیم. همطور که توضیح دادم، لیزرها بازه وسیعی از طول موج و بازه وسیعی از توان خروجی رو در بر میگیرن. شما تو هر کدوم از این طول موجها میتونید توانهای متفاوتی از لیزر رو داشته باشین و این موضوعی که باعث میشه لیزرتون کاربردهای خیلی متنوعی داشته باشه. مثلا واسه یه کاربردی خاص ممکنه لیزری با یه طول موج خاص بخواید با یه توان خاص. مثلا من یه کاربرد خاصی دارم، لیزر فرابنفش نیاز دارم با توان مثلا 1 وات. گاهی لیزر فرابنفش نیاز دارم با توان 10 وات. توانهای متفاوتی شما میتونین از لیزر داشته باشین. بخش آخر از این فصل که میخوایم با هم بررسی کنیم، بررسی چند تا مسئله است که ببینیم که آیا ما این فصل رو تونستیم خوب درکش کنیم یا نه. مسئله اولی که میخوام بررسی کنم، مسئله سوم درس اول کتاب اصول لیزر هست. یکی گفته که اختلاف دوتا تراز مربوط به گذار مربوط به اختلاف انرژی دوتا تراز در وسط ناحیه طول موج مرئی هستند. وسط ناحیه طول موج مرئی یعنی مثلا حدود 550 نانومتر. و بعد گفته دمای اتاق رو ما داریم، نسبت جمعیت دوتا تراز رو میخواد. بررسی فرمول مربوطه رو اگه داشته باشی، فرمول مربوطه به این شکل بود که نسبت جمعیت دوتا تراز بستگی داشت به نسبت درجه واگنیشون در ای به توان منفی این عبارت. وقتی در باره واگنی صحبت نکرده، شما میتونید یا G2 تقسیم بر G1 رو همینطور در مسئله بذارید، یا به طور راحت تر اگه بخوایم بررسیش کنیم ما G2 مساوی G1 قرار میدیم، یا اگه به طور راحت تر بخوایم بررسیش کنیم G2 رو برابر با G1 قرار میدیم. این عبارت اول که خواسته مسئله ماست، کاتی رو ما اینجا داریم چون دمای اتاق رو به ما داده، کام که ثابت بولتزمن هست،
ای2 منهای ای1 هم گفته وسط ناحیه طول موج مرئی، یعنی 550. بنابراین ما اول عدد موج و کاتی رو به دست میاریم. عدد موج چیه؟ دو پیلاندام هستش. دو پیلاندام و کاتی رو اول به دست میاریم و بعد نسبت جمعیت دو تا تراز از این رابطه به دست خواهد اومد. مسئله بعدی که میخوام بررسی کنیم مسئله چهارم درس اول کتاب اصول لیزر نوشته سوبلتو هست. گفته در ترازمندی گرمایی